اسنپوت هک شده، منم جادی هم میخوام در موردش براتون حرف بزنم. طبق معمول ما که اطلاعاتمون کف اینترنته، یه گروه هکری که قبلا هم سابقه یه نسبتا زیادی داشتن در اینجور کارها، صبحمون رو با این خبر شروع کردن که اسنپفود هک شد. گفتم به طور خلاصه موارد زیر رو برای فروش گذاشتیم. اطلاعات بیشتر از 20 میلیون کاربر، یعنی همه یوزرهای احتمالاً اسنپفود، شامل نام کاربریشون، پسوردشون، ایمیلشون، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، تاریخ تولد و غیره و غیره. اطلاعات بیش از 51 میلیون آدرس کاربر، یه یوزر ممکنه چند تا جا رو ثبت کرده باشه، شامل موقعیت جی پی اسی خیلی خیلی دقیقشون روی نقشه، آدرس کاملش، شماره تلفنش، اسمی که احتمالاً سیوش کردین و بقیه چیزها. اطلاعات بیش از 180 میلیون دستگاه گوشی که باهاش اسنپ فود رو استفاده کردین یا حالا سیستمی که استفاده کردین. حواستون باشه 20 میلیون یوزر داریم، تقریباً 50 میلیون لوکیشن داریم، 180 میلیون گوشی داریم. معنیش چیه؟ 20 میلیون رو 180 میلیون دستگاه بودن. معنیش چیه؟ هر کدوم تقریباً حدود چند تا میشه؟ 9 تا گوشی عوض کردن؟ 2.18؟ هر کدوم تقریباً 9 تا گوشی عوض کردن. یعنی این اطلاعات از زمان بسیار قدیمتری باید تا الان باشه. طبق چیزی که من دیتا رو میکردم، حوالی شب، یعنی در واقع در طول شب 10 دسامبر اطلاعات دانلود شده که میشه تقریباً 2-3 هفته قبل، 2-3 هفته قبل. یعنی از خیلی قدیم احتمالاً اطلاعات هست تا 2-3 هفته قبل. اطلاعات بیش از 360 میلیون سفارش، IP سفارش دهنده، آدرس دریافتی، تلفن دریافتی، شهر، مدت زمانی که سفارش دادین، پی کی گرفته، چقدر دیگرش تحویل شده، اسم کسی که میگرفته و بقیه چیزها. اطلاعات بیشتر از 35 هزار تا پیکی که اینها رو منتقل میکنن با همش دیگه. وقتی میگیم اطلاعات در ایران، یعنی که از شماره ملیش گرفته تا تلفنش تا هر چیزیش. اطلاعات بیشتر از 600 هزار تا پرداخت سفارش، شامل نام کامل صاحب کارت، نام کامل مشتری، شماره تماس، شماره کارت، نام بانک و بقیه چیزها. بیشتر از 160 میلیون سفر که پیک کی اومده کی گرفته. اطلاعات بیش از 240 هزار وندور، تمام رستورانایی که اون تو بودن، حتی شامل این که چقدر پول دریافت کردن، شماره شباشون چی بوده، در فلان روز چقدر گرفتن، رابطشون کی بوده و حتی اطلاعات تیکت ها که مثلا یکی نوشته آدرس ما رو از این مین عوض کنید، ما از این موضوع شاکییم، همه اونا هم توی این اطلاعات هست. و اطلاعات بیشتر از 880 میلیون سفارش محصول. یکی میگفت توهین بزرگی به ایرانیان چون قیمتش رو گذاشتن 30000 دلار فقط. ارزشمندترین اطلاعاتیه به نظر من که تا حالا توی یکی از هک‌های ایران سرقت شده و برای فروش گذاشته شده. دلیلی که اینقدر ارزونه به شکل منطقی اینه که خیلی از حجم‌های زیادی از اطلاعات ایرانیان دائما برای فروش گذاشته میشه. برای هکرها دیگه اینقدر هیجان انگیز نیست. تا جایی که من دیدم به نظرم یکی از بزرگترین هک‌هایی بود که تو ایران اتفاق افتاده. البته ما به این مفهوم عادت داریم. همیشه اختلاسه بزرگترین اختلاسیه که تا حالا اتفاق افتاده، چون سریعا یه اختلاس خیلی بزرگتر اتفاق میفته که اصلا قبلیه هیچی میشه. یه یاروی بود بچگی ما به اسم بابک زنجانی، اختلاسگر عظیم بود. الان نگاه کنین عددش خنده دار، از حقوق ماهیانه من و شما میشه اونقدر اختلاس کرد. خلاصه اسنپ یه بیانیه داده و توش حالا نمیدونم واقعا آخه چی میتونه بگه. نوشته که ما رفع آلودگی ناشی از این اقدام رو داریم انجام میدیم. حالا اینکه یعنی چی واقعا نمیدونیم. یعنی سرورامون رو داریم اگر چک میکنیم، طرف رد پایی گذاشته حذفش میکنیم، طرف سوراخی برای خودش باز گذاشته حذفش میکنیم. این که به من چه؟ این کار شماست. بعدم گفته که ما مسئولیت کامل این مسئله رو میپذیریم. یعنی که مسئولیت کامل اینو میپذیرین، خب من چیکار کنم؟ الان فردا مثلا یکی آدرس خونه منو داره بعد از تلفن و همه چیم و چون ایمیل جادی جادیم رو میدونه، میتونه آدرس خونم رو هم پیدا کنه و بیاد دم در خونم بگه جادی من یه سوال دارم. مسئولیتش رو شما بپذیرین، الان ما چیکار کنیم؟ لااقل باید به شیوهی جبران کنیم. آخرش توضیح میدم به نظر من اصلا تارگت اصلی این بحثا الزاماً خود یکی مثل اسنپ نیست. تارگت خیلی جدی تره تو اینجور چیزا وقتی دائما اتفاق میفته. ببینید تصادف رانندگی همیشه پیش میاد. وقتی یه تصادف اتفاق میفته شما حمله نمیکنین به کسی که تصادف اتفاق افتاده براش، یا ماشین تصادف کرده حمله کنین که چرا تصادف کرد، چرا یه دونه پورش تصادف کرد. ولی وقتی دائما تصادف تکرار میشه، تو دو ماه گذشته
چه من ورزشکار ملی رو میبینین که دوتاشون تو تصادف میمیرن، یعنی نظر آماری باید خیلی مرگ و میر تصادف زیاد باشه، اون موقع است که میپرسین که مشکل چیه، چرا خودروساز من این شکلیه. اینجا هم واقعا این بحث اینه، انقدر این ماجرا تکرار میشه که اصلا دیگه عجیب شده ماجرا. و بعدش هم گفته که چیزهایی مثل CVVD 2 و نمیدونم اطلاعات رمزی کارت اعتباری شما و اینجور چیزها کاملا امنن. خب اینا دست اسنپ اصلا نبودن که تو این هک از بین برن. چیزی که من دیتابیس رو نگاه کردم، هر چیزی که در دیتابیس اسنپ فود بوده لو رفته، حداقل در دیتابیس یوزرها، سفارشا، وندورا، ارتباطاتشون، اکانتایی که میشه باش لاگین کرد و بقیه چیزها. به نظر میاد یک دامپ کامل دیتابیس تو شب دهم دسامبر اتفاق افتاده، مثلا 3 هفته پیش. و به چه دردی میخوره اینا؟ اینم همشه سواله که الان چی میشه، حالا به من چه؟ بیر در واقع واسه من و شما ایرانی که انقدر اطلاعاتمون بی ارزشه و بارها و بارها و بارها لو رفته، فردا صبح اتفاق بدی نمیفته. ولی اولا الان هر کسی تمام آدرس های خونه مرتبط به هر ایمیلی رو هم داره، کلاهبرداری ها حرفه‌ای تر میشن. الان فردا ممکنه یه پیک بیاد کاملا با یوزر شما به شما یه چیزی تحویل بده، همه چیزو در مورد شما بدونه. یه سری هم من پرایوسی هامه که زیر سوال میره. من شاید دلم نخواد کسی بدونه که من فلان شب یه پیتزا تو خونم سفارش دادم یا 2 تا پیتزا سفارش دادم. اونی که البته زورش میرسه که از اسنپ اینو میگیره، ولی نمیخوام دیگه عموم مردم هم این رو بدونه. این اطلاعات رو هم که میچینیم کنار هم، در واقع شخصیت من کاملا لو رفته است برای بقیه، برای دزدا، برای قاچاقچیا، برای کلاهبرداران. کلاهبردارا تمام اطلاعات زندگی دیگه ما رو میدونن، از من یه دونه ایمیل داشته باشن شماره تلفنمو میتونن پیدا کنن، یا اپی باشه ممکنه شماره ماشین منو که ببینه بتونه با اون اپ یارو چک کنه که آدرس خونم دقیقاً کجاست، چون از توی یه دیتا لیک دیگه شماره تلفن صاحب ماشین هست، از توی شماره تلفن صاحب ماشین از تو اسنپ میتونه آدرس خونه منو برداره، محل کارمو میتونه پیدا کنه چون سیف کردم به عنوان محل کار. حتی حالا میگم این لیک خیلی بزرگیه و اطلاعات تاریخی خیلی جالبی داره، واقعا که قانوناً میشد رو چنین چیزی کار کرد خیلی جالب بود. مثلا اینی که کدوم مناطق شهری دارن چی بیشتر سفارش میدن، اینی که یه شرکت سفارشاش داره کمتر میشه یا بیشتر، یه آدم پروسه زندگیش رو کاملا میتونین ببینین، سفارشاش چجوریه، میره سر کار گرونتر میشه و بعدا مهاجرت میکنه دیگه هیچ سفارشی نداره، مناطق مختلف تهران پروسای سفارشیشون چی بوده، خود اینها کلی 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 اطلاعات اقتصادی، تحلیل سیاسی اجتماعی میشه گذاشت پشتش. حالا اون کاری که دزدا میکنن هم که هیچی. و بقیه قصه دیگه، حالا اسنپ هم گفته که ما بررسی میکنیم ببینیم چی میشه. یکی از مهمترین چیزهایی اینه که حالا خیلی هم اشاره میکنن، جای بالاترین جایزه‌ای که اسنپ تعیین کرده برای اینکه یه هکر اگر یک مشکل امنیتی پیدا کرد بهشون خبر بده، 7.5 میلیون تومنه. یعنی شما میتونین باهاش مثلا 15 تا پیتزا بخرین در این روزها، حالا یه خورده پیتزای بهتر بدتر، میتونین باهاش 50 تا پیتزا بخرین، 50 تا ساندویچ بخرین. بالاترین سطح امنیتی اگر از اسنپ مشکل پیدا کنین، خودشون به شما 7.5 میلیون تومان میدن. اولین درس اینه که اونو ببرین بالاتر برای همه شرکت‌ها، یک احترام بیشتری برای هکرها قائل بشین که مجبور نباشن از طریق فروختن اینها برن سراغ اینجور قصه ها. من و شما میتونیم چیکار کنیم؟ تقریبا هیچی. من و شما باید سیستمی داشته باشیم که توش امن باشیم. حالا درسته هر روز میزنن تو سرمون، هر گاهی مون میکنن که بجاش امنیت داریم، واقعا هیچ امنیتی نداریم. یعنی در هر لولی نگاه کنین داغون ترین هاییم، از آلودگی هوا، بدبختی هامون، فلاکت هامون، اینه که تو خیابون ممکنه خفت بشیم بمیریم، این همه قاتل سریالی که خیلی فان میاد و رد میشه، 4 تا فقط ازش میم دیگه درست میکنیم انقدر عادی شده، تا اطلاعاتمون که به معنی شهروند چقدر ارزشمنده، اتحادیه اروپا اون همه قانون میذاره برای حفظ اطلاعات شهروندانش. ما الان تنها کاری که واقعا میتونیم بکنیم اینه که پسوردی که توی اسنپ استفاده میکردین و جای دیگه استفاده نکنین و بدونین که تا حالا تو اسنپ فود هر کاری که کردین رو ممکنه هم همه جهانیان بدونن و مطمئن باشین که هر کسی بخواد دم در خونه شما میتونه بیاد از شماره تلفنتون یا ایمیلتون یا اسمتون پیداتون کنه یا شماره ملیت. این کاری که ما نمیتونیم بکنیم. توی لول بزرگتر یه کاری میشه کرد، مثلا چه میدونم اگر یه قوه قضاییه مستقلی بود، هکای قبلی رو واقعا فشار آورده بود، میشد کار خیلی 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 بهتری کرد. من شما میتونیم فشار بیاریم برای اینکه حق فراموشی داشته باشیم. اگر من دیتام رو تو اسنپ اجازه داشتم پاک کنم، این مشکل برام پیش نمیومد، حداقل اگه پاکش کرده بودم. حق فراموشی حق مهمیه. یه دکمه بزنین که من دیگه نمیخوام تو این پلتفرم باشم، تمام اطلاعات منو پاک کن، نه اینکه اگر 10 سال بعدم هک شدی اطلاعات من اونجا
باشه. کارهای دیگه که اسنپ میتونه بکنه اینه که یا هر شرکتی باگ باونتیاشو بیاره بالاتر. الان گفته که به ما نگفته بودن اینا رو میخوان منتشر کنن. معنیش اینه که اگه به ما میگفتن ما بهشون قرار بود پول بدیم، 7.5 میلیون بدیم، برین با هکرها مذاکره کنیم، به جای 20000 دلار 30000 دلار بهشون 5000 دلار بدین راضی بشن. خیلی جای سوال پیچیده ایه. من و شما باید بدونیم که هر دیتایی تو اینترنت میره بالاخره یه جایی ممکنه نشت کنه، نه اینکه ازش بترسیم، ولی بدونیم که میشه و امیدوار باشیم که حق ما برای کنترل اون دیتاه بیشتر میشه. دیگه چیکار میتونیم بکنیم؟ نمیدونم، میتونیم پیش دوستامون باشیم. واقعیت امر اینه که اگر شما آدم فنی توی اسنپ هستین، این الزاماً تقصیر شما نیست. مشکل فنی حتما بوده، ولی در نهایت پروسه هان که اینا رو فعل میکنن، مشکل آدما نیستن. اگر در یک کشوری بودیم که همه متخصصا ازش نمیذاشتن برن، اگر یک کشوری بودیم که متخصصا علاقمند بودن با چنین شرکتای کار کنن، بمونن، فعال باشن، خب لایه لایه آدما همدیگه رو پرورش میدادن، سیستما بهتر میشد، بزرگتر میشد. الان این شکلیه که هر کسی از حالا دانشگاه یا تو خونه‌اش یاد میگیره یا هر جوری میاد، بدون اینکه هیچ شرکت و سیستم و سازمانی رو دیده باشه، استارتاپ خودشو میزنه. بدون اینکه هیچ شرکت بزرگی توش کار کرده باشه، میشه یه مدیر فنی یه جایی چون برنامه‌نویس خوبی بوده و یکم یکم تو همون شرکت پیش رفته. اینا اشکال داره، ولی چیزی نیست که من و شما الزاما حلش کنیم. تقصیر اون آدمای فنی هم نیست. حواستون باشه، آدمهای الان هستن تو اسنپ که دارن خیلی 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 اذیت میشن. فرد نباید اینجا اذیت بشه. مشکل پروسه هاست. آیا آودیت امنیتی شما میکردین؟ کاملا واضحه که یه آدمی به یک دیتابیسی دسترسی کامل داشته، کل دیتاش رو دانلود کرده، گذاشته تو اینترنت. یه تیکه‌هاش هم گذاشته ما ببینیم. هکرها این کارو میکنن. کلشو میگم برای فروش داریم. این تیکه ها رو ببینید و بررسی که من کردم کاملا ولید به نظر میاد. دیتاه و به روز و کامل و دقیق و قشنگ و تمیز. از دوستانی که تونستن پیدا رو تمیز میکنن تشکر میکنیم. خلاصه بیشترین کاری که ما میتونیم بکنیم تو نرخ کلانه کشور درست‌تری داشته باشیم، آدما توش امیدوارتر باشن، فعالتر باشن، ازش دائما نرن، متخصصا بیان سر کار، آدمای بهتری شروع کنن رشد کردن و بقیه چیزها. و حواس باشه کسی که تو اسنپ کارمند متخصص حتی بخش امنیت مقصر این ماجرا نیست، اینا تو پروسه میشن. شرکت ما فکر میکنم حدود 30 تا آودیت امنیتی متفاوت داشت پارسال روش، در واقع برای اینکه ببینن اگه مشکلی هست زودتر خودمون ببینیمش، نه اینکه چند نفر باشن بگین تو چرا حلش نکردی. و خلاصه اینطوری ها دیگه، رویتون رو حفظ کنین. وضعیتمون فعلا همینه. ببینم چیز دیگه ای دارم بهتون بگم. اگه برنامه نویسین حتما دیتابیسش رو، تیکایی که منتشر شده رو نگاه کنین، جالبه، توش اشکالات متنوعی میبینین، نه اینکه خیلی بی‌سوادن، به معنی اینکه همه چیز رو هی میشه بهتر کرد. اگر ما استاد دیتابیس هستین، میتونیم واقعا دیتابیس دیزاینش رو ریویو کنیم برای بچه‌ها یا نشون بدیم که نه، نظر قانونی فکر نمی‌کنم من بتونم این کار رو بکنم، شاید هم بتونیم، ولی جالبه. میتونیم به بچه‌ها پروژه بدین، یک بچه‌ای که داره دیتابیس دیزاین میخونه بهش پروژه بدین، میتونه دو سه لایه جاهای مختلفیش رو بهتر کنه. به یه سکیوریتی اکسپرت بدین، میتونه براتون چند تا پیشنهاد بده. همه اینا خوبن، معنیش نیست که شما برنامه بچه ثبات ندارین. اینا تو طول زمان درست میشن. تو دیتابیس ما یک گندکاریایی هست که نکو. اگه پسوردی داشتین، پسوردتون رو عوض کنین. تقریبا هیچ کار دیگه‌ای نمیشه. به جز اینکه سعی کنین کشور درست حسابی تری داشته باشین. خندون باشین جاد. اگه اطلاعات بیشتری هم از اسنپ بیاد، مطمئنا شیر میکنیم تو قسمت‌های بعد.